اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کردند. در تمام این مدت 2000 ساله این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته بود؟ کی بوده؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشه؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. به اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحای فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه، داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه. اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد، رفت، شمر امروز تو بشناس. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بودیم، خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی، در و ها با اخو قامد وقد دخل خیله الانبار، بعد من شنیدم که اینها آمدن که زینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. میگم به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها را از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است مورد ملامت نیست. آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ قیام نمی کنن؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارن به وطن خودشون برگردن؟ اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است، تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمی‌دانم.